عرض سلام و روز بخیر یا شب بخیر دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه تلویزیونی سرسمن پاس، هر کجا که هستید و هر کجا که ما رو دنبال میکنید. امیدوارم که در خداوند شاد و سربلند و سرحال باشید. من احمد هستم با برنامه های من و پدر در خدمت شما عزیزان هستم و به فیض خداوند میخوام یک قسمت دیگه از کلام خدا رو با هم دیگه باز بکنیم و ببینیم که خداوند برای ما چه در نظر گرفته در این جلسه و در این برنامه. سالها قبل وقتی که من به اروپا مهاجرت کردم، اولین روزی که میخواستم خودم رو در واقع معرفی بکنم برای دریافت کمک های دولتی و یه جورایی میشه گفت برای اینکه بخوام هویت خودم رو احراز بکنم، بعد از اینکه ساعتها توی صف موندم، منو به داخل راهنمایی کردم ماموران اداره مهاجرت و وقتی که میخواستی وارد بشی از من سوال کردن که کارت شناسایی و هویت خودتو باید اعلام بکنی. خب اکثر کسانی که در واقع میخواستن خودشونو معرفی بکنن و منم از همون جمله بودم، اکثر کسانی که خودشونو معرفی میکردن خودشونو بدون هویت اعلام میکردن و میگفتن که من کارت شناسایی ندارم و من در واقع پاسپورت ندارم، من کارتی ندارم که با اون بتونم هویت خودم رو به شما اعلام بکنم. بعد از اینکه چندین ساعت اون داخل میموندیم و از ما پرس و سوال میکردن، نمیدونم اسم و رسم میپرسیدن، از کجا اومدی، کجا رفتی، و بعد از چندین ساعت وقتی که ما از اون در اداره مهاجرت می اومدیم بیرون، در واقع هممون یک کارت شناسایی و یک کاغذ داشتیم که در واقع هویت ما روی اون کاغذ ثبت شده بود و در واقع تایید شده بود. من وقتی به این موضوع و به این روزا فکر میکنم، میبینم قبل از اینکه من بخوام میخواستم وارد بشم به اداره مهاجرت، هیچ سازمان و ارگان و مؤسسه و هیچ شخصی نبود که در واقع از من حمایت بکنه و هویت منو به رسمیت بشناسه و در واقع اسم و رسم منو تایید و قبول بکنه. ولی وقتی که رفتم توی این اداره، از در وارد شدم، بعد از ساعتی که اومدم بیرون، الان دیگه تحت حمایت دولتی که درش دارم زندگی میکنم قرار گرفتم و تمام مزایا و تمام امکاناتی که در این کشور وجود داره شامل حال من شد و یه جورایی من وارد قلمرو کشور بلژیک شدم. شاید برای خیلی از عزیزانی که دارن این برنامه رو میبینن این اتفاق افتاده باشه، یا عزیزان افغانی که الان توی کشور ایران یا کشورهای دیگه دارن زندگی میکنن. ورود به پادشاهی آسمان و ورود به پادشاهی خداوندم همین جوریه. وقتی که ما پا میذاریم به پادشاهی خداوند، از در وارد میشیم، هیچ هویتی نداریم، استرس، نگرانی، ناراحتی، و وقتی که از پادشاهی و از اون در میخوایم بیایم بیرون یا اینکه توی اون محیط زندگی بکنیم، همراه با شادی و آرامش و یه جورایی خیال جمعی و خیال راحتی از اینکه من هم هویتی دارم، من هم کسی هستم در این دولت و در این پادشاهی. امروز با هم دیگه میخوایم این مسئله هویت رو با هم دیگه یک بار دیگه با هم دیگه بازش بکنیم، ببینیم که با هویت جدید چه اتفاقاتی برای ما میفته. با هویت جدید اسم ما عوض میشه، با هویت جدید شخصیت ما عوض میشه و
با هویت جدید ما تأثیر گذار خواهیم بود. کلام خدا متا فصل 16 آیه 18 میگه، عیسی مسیح میگه به پتروس، میگه من نیز میگویم که توی پتروس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و دروازه های حاویه بر آن استیلا نخواهد یافت. وقتی این آیات رو میخونیم میبینیم که عیسی مسیح از پتروس سوال میکنه، از شاگردان سوال میکنه، میگه به نظر شما من کی هستم؟ و پتروس که یکی از شاگردان بود میگه که پسر انسان توی، توی خدای زنده. و عیسی مسیح در ادامه به اون میگه و من تو رو پتروس و تو رو صخره مینامم و در واقع کلیساها بر تو بنا خواهد شد. ما وقتی نگاه بکنیم به شمعون یا همون پتروس که توی این آیات خوندیمش، ببینیم که از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اقتصادی و از لحاظ فرهنگی جایگاه بزرگی تو جامعه امروز نداشت. اون یه ماهیگیر بود، یک شخصی بود که ماهیگیری میکرد و آدم معروف و آدمی نبود که همه بشناسنش. یه جورایی میشه گفت که یه آدم بسیار بسیار از لحاظ اجتماعی آدم معمولی بود، ولی با اقرار و با ایمان به عیسی مسیح هویت اون و اسم اون در خداوند عوض شد. عیسی مسیح به اون میگه تو صخره هستی. شمعونی که هر روز دل به دریا میزد و با قایق روی آب سرگردون و یه جورایی میشه گفت که آبی که هیچ وقت هیچ کسی نمیتونه بهش تکیه بکنه، اون بهش تکیه میکرد، اون بهش یه جورایی اکتفا میکرد همیشه. خداوند به اون گفت که من از تو صخره میسازم، تو صخره خواهی شد که کلیساها، جماعتها، خانوادهها و انسانهای بسیار زیادی بر صخره و بر تو بنا خواهد شد و بر خدمتی که تو انجام میدی. همون خداوند با همون اقتدار و با همون بزرگی در مقابل من و شما امروز ایستاده. همون خدا میخواد به ما هویت جدیدی بده، همون خدا میخواد به ما یک اسم و رسم جدیدی بده. بعضی از ماها شاید کنار اسامیمون شاید یه پسوند یا پیشوندهایی داریم یا داشتیم در زمان بچگیمون که خیلی وقتا اینا باعث تحقیر و سرخوردگی و کوچکی ما میشده. شاید خیلی ما از اسممون خوشمون نیاد یا از معنای اسممون، ولی وقتی که ایمان میاریم به عیسی مسیح، وقتی که در دل خودمون عیسی مسیح رو به عنوان خداوند نام میبریم و یاد میکنیم و در واقع وارد این پادشاهی میشیم و خودمون رو معرفی میکنیم به این حکومت و به این پادشاهی، در واقع خداوند اسم ما رو عوض میکنه، رسم ما رو عوض میکنه. شاید ما از لحاظ اجتماعی و شاید از لحاظ فامیلی و شاید از لحاظ خیلی چیزهای دیگه به حساب نیاییم. شاید توی موقعیتی باشیم که خودمون خیلی ضعیف و خرد و کوچک ببینیم، ولی وقتی که ایمان میاریم به عیسی مسیح، خداوند عیسی مسیح خدای زنده بر ما دست میذاره و اولین کاری که میکنه در درون اسم و اون هویت ما رو عوض میکنه و در واقع اسمی جدید به ما میده و یه جورایی میشه گفت که با اون اسم جدیده که شخصیت و هویت و زندگی و آینده ما عوض میشه. خداوند وقتی که اسم ما رو صدا میکنه در کلام میگه از این به بعد شما همکاران من خواهید بود و ماها، من و شما که دارین برنامه دنبال میکنین، ما میشیم همکاران خداوند. استراحتی کوتاه داریم و برمیگردیم
در ادامه برنامه در خدمت شما هستم. خب عزیزان، استراحتی کوتاه داشتیم و برمیگردیم به ادامه بحث خودمون. من عرض کردم خدمت شما که خداوند اسمای ما رو عوض میکنه و وقتی که اسم ما عوض میشه، وقتی که اسم خداوند روی ما میذاره و وقتی که ما در پادشاهی خداوند وارد میشیم و از در که عیسی مسیح گفت در من هستم وارد پادشاهی خداوند میشیم، اون وقتی که شخصیت های ما هم عوض میشه و پتروس رو دیدیم مثال بسیار خوبی هست در کتاب مقدس. خب هویت ما وقتی که بعد از تغییر اسممون در واقع شخصیتمونم در بر میگیره و یه جورایی شخصیت‌های ما را هم عوض میکنه و در واقع میتونیم بگیم که زیربنای زندگی ما و زیربنای هستی ما و زیربنای شخصیتی ما رو خداوند تحت تأثیر قرار میده و اونو عوضش میکنه. و مثل همیشه من دوست دارم بگم که این مسائل و این تغییرات طی یک پروسه انجام میشه، طی یک سری مراحل انجام میشه، طی یک دوره زمانی انجام میشه و ما باید فرصت بدیم به خودمون و به خداوند و در این پروسه قدم برداریم و در این پروسه به پیش بریم. امروز شما در هر کجا که زندگی میکنید، در هر موقعیتی که هستید، در شاید بدترین موقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی، روابطی، نمیدونم خانوادگی، زناشویی، در هر موقعیتی که باشید، خداوند میخواد از شما یک انسان جدیدی بسازه. خداوند میخواد اون شخصیت شما رو، خداوند میخواد اون زیربنای شما رو عوض بکنه. کلام خدا میگه که خداوند ما رو از نو بنا میکنه. خداوند اون بنایی که، اون ساخته هایی که در افکار ما هست، خداوند اونها رو تخریب میکنه و از نو یک بنای زیبا، مستحکم و خوب میسازه. همون کاری که با پتروس کرد. پتروس یک مثال بسیار زیاد، بسیار زیبا و خوبیه برای من و شما که امروز نگاه بکنیم بهش. روز اولی که عیسی مسیح اونو در کنار دریاچه ملاقات کرد، خسته، غمگین، سردرگریبون و پشیمان از شاید زندگی که داره میکنه و اونجا عیسی مسیح به اون گفت که من تو رو همکار خودم خطاب میکنم. و بعد در آیات متی 16-18 خوندیم که عیسی مسیح به اون گفت که من بر تو کلیساها بنا خواهم کرد و تو رو صخره مینامم. امروز همون خداوند با همون عظمت، با همون بزرگی، با همون قدرت در زندگی های من و شما ایستاده و همون خداوند میخواد با من و شما در این تغییرات قدم بزنه، راهنمایی بکنه و ما رشد بکنیم. خیلی وقتا این تغییراتی که باید در ما انجام بگیره تغییراتی هست بسیار بسیار محسوس، بسیار بسیار تغییراتی هست که بسیار وقتی بهش نگاه بکنیم میبینیم که واقعا زیربناییه، واقعا بزرگه، ولی از یه طرف دیگه هم نگاه بکنیم میبینیم که خب نمیشه که یه دفعه یه شخصی اینجوری تغییر بکنه، نمیشه که یه دفعه متحول بشه. اگه نظرتون باشه توی جلسه قبلی که داشتیم، برنامه قبلی، از نیکودیموس صحبت کردیم و تولد تازه، که در تولد تازه است که ما رشد پیدا میکنیم. شخصیت های ما هم همینجوریه. اگه ما نگاه بکنیم به
مثال زیبایی هست به نام که بهش میگیم در واقع کرم ابریشم، و میتونیم نگاه بکنیم به یه کرم ابریشم. وقتی این کرم ما نگاه بهش بکنیم میبینیم که این کرم وقتی که کرم هست از برگ توت میخوره، روی شکم خودش میخزه، نمیدونم رفت و اومداش خیلی محدوده. عرضم به حضور شما شاید ارتباطاتش خیلی محدوده و یه جورایی میشه گفت که یک زندگی چندشاور و یه زندگی خاصی مخصوص به خودش داره. ولی وقتی که میبینیم توی این زندگی کرم ابریشم به دور خودش میچرخه و یه جورایی دور خودش شروع میکنه به پیله بستن و نخ بستن و نمیدونم دور خودش اون تابیدن، ببینیم بعد از یه مدتی اینقدر محدود میشه محدود میشه محدود میشه که در واقع دیگه شکلی از کرم هم نداره و یه به پیله تبدیل میشه. و اون وقتی که کرم تصمیم میگیره که در اون پیله رشد بکنه و بعد از اینکه رشد میکنه پیله رو پاره میکنه میاد بیرون و به یک موجود دیگه ای تبدیل میشه، به یک پروانه زیبا، پروانه‌ای که هم خوراکش فرق کرده با کرم، هم شکل ظاهرش فرق کرده با کرم، هم از لحاظ فیزیکی متفاوت خیلی زیاد، همین که خیلی خوب میتونه مانور بده، خیلی خوب میتونه این ور اون بره و تمام این چیزها در اون شکل گرفته یک پروسه که انجام شد. و این پروسه همون پروسه که من و شما هم نیاز داریم، همون پروسه که خداوندمون عیسی مسیح برای ما در نظر داره که ما به یک شکل جدید و به یک در واقع شخصیت جدید و به یک افکار جدیدی برسیم، افکار و شخصیتی که فوق‌العاده متفاوت بوده با شخصیت قبلیمون و همه اینا در ایمان به عیسی مسیح انجام میشه. حالا ما در واقع اسممون عوض شد، در هویت جدیدمون شخصیتمون عوض شد و الان میخوایم نگاه کنیم با هم دیگه که خب با این هویت جدید، اسم جدید، شخصیت جدید ما تاثیرگذار هم خواهیم شد. و در واقع قبل از اینکه شناختی داشته باشیم از هویت و اصل خودمون در این دنیا به عنوان عنصر خونسا و شاید بعضی وقتا منفی تاثیرگذار بودیم، ولی با تغییراتی که در ما ایجاد شده و ثمراتی که این هویت و این تولد تازه و این شخصیت جدید در ما شکل داده، ما زندگیمون شروع میکنه به میوه دادن، ما زندگی هامون شروع میکنه به ثمر دادن، ما زندگی هامون شروع میکنه به بار دادن. خیلی جالبه این نکته. ببینید وقتی که ما نگاه بکنیم به این تغییرات میبینیم که خداوند تغییراتی که در ما شروع میکنه و تغییراتی که در زندگی ما شروع میشه، اولین تأثیرش که خیلی حائز اهمیت در شخص خود ما انجام میشه و بعد از اینکه این تغییرات در شخص خود ما انجام گرفت، اون وقتی که ما میتونیم تأثیر گذار باشیم روی بقیه، میتونیم تأثیر بذاریم روی خانوادمون، میتونیم تأثیر بذاریم روی همکارمون، روی جامعه، توی اجتماع، توی مدرسه، توی محل کارمون. و خداوند از ما میخواد که ما خودمون تغییر بکنیم. خداوند ما رو در خودش تغییر میده و این تغییراتی که با این تغییرات ما میتونیم تأثیر گذار باشیم. ببینید وقتی که پتروس اون اسمو از خداوند دریافت کرد و خداوند به اون گفت که تو رو من صخره می‌نامم
و کلیساها بر تو بنا میشه، گروه ها بر تو بنا میشه، زندگی ها بر تو بنا. وقتی که این صحبت کرد عیسی مسیح، اون اتفاق همون لحظه برای پتروس نیفتاد و مدت ها گذشت و بعد از مدت ها میبینیم که پتروس شد اون پتروسی که عیسی مسیح ازش صحبت کرده بود و اون پتروس اون پتروسی شد که در واقع زندگی ها بر اون بنا شد و اون مثل صخره شد. و بعدها میبینیم که پتروس هر جا قدم میذاشت جانها آزاد میشد، شفاها مردم دریافت میکردن، کلامش کلامی بود که مردم با کلام اون جذب میشدن و در واقع دل به خداوند زنده میسپردن. اگه این شخصیت ها رو ما خیلی خوب نگاه بکنیم تو کتاب مقدس و مثال های از این دست، میبینیم که خداوند میخواد به من و شما یه پیام بده. خداوند میخواد به من و شما بگه که احمد، نمیدونم هر کسی که الان داری برنامه نگاه میکنی، شما هم مستثنا نیستی. شما هم اگه تو بدترین وضعیتی باشی، اگه تو بدترین شرایط باشی، خداوند برای تو نقشه های زیبایی داره. خداوند میخواد شخصیت و زندگی و اسم و افکار تو رو عوض بکنه و به تو یک پاسپورت، یک شناسنامه، یک هویت جدید در خودش بده تا با اون پاسپورت و هویت و شخصیت و اسم جدید تو بتونی در این دنیا قدم بزنی و جانها رو نجات بدی و در واقع بشارت بدی از کار بزرگی که خداوند توی زندگی تو انجام داد. خداوند از من و شما میخواد که وقتی که ما تغییر پیدا کرد شخصیتمون، اسممون، زندگیمون، ما فقط زندگی خودمون و تغییراتی که در ما ایجاد میشه رو به بقیه نشون بدیم. کاری که عیسی مسیح کرد. عیسی مسیح به همون چیزی که ایمان داشت، همون چیزی که اعتقاد داشت و همون چیزی که خدای پدر بر اون خواسته بود و اراده اون بود زندگی کرد و مردم و افراد دور و بر من و شمایی که حتی امروز داریم این کتاب رو میخونیم، نگاه کردیم به اون زندگی، نگاه کردیم به کارهای بزرگ اون و ایمان آوردیم به خدایی که در واقع خدای قادر مطلق هست. ما امروز با زندگی های خودمون و تغییراتی که در زندگی خودمون انجام گرفته، در شخصیتمون، در اسممون، در رسممون و در ارتباطاتمون میتونیم خدای زنده رو امروز بشارت بدیم به افراد. من نمیدونم الان شما کجا هستید و یا تو چه وضعیتی هستید دارید این برنامه رو نگاه میکنید، ولی هر کجا که هستید و توی هر وضعیتی هستید، یک خواهش کوچیک از شما دارم. لحظاتی تأمل بکنید روی زندگی خودتون، روی اسم خودتون، روی شخصیت خودتون. ببینین آیا همون چیزی که خداوند میخواد شما هستید یا اون چیزی که خودتون میخوان یا مردم میخوان. من سالها قبل با ایمان به عیسی مسیح هویت خودم رو در عیسی مسیح شناختم و در اون رشد کردم و دارم رشد میکنم و دارم بزرگ میشم. اسمم عوض شد، شخصیتم عوض شد، ارتباطاتم عوض شد. شما که دارین برنامه رو دنبال میکنی، شما چی؟ آیا شما هم یه همچین تغییراتی در شما ایجاد شده یا شما هم تمایل دارین که یه همچین تغییراتی درتون ایجاد بشه؟ اجازه بدین با هم دیگه دعا بکنیم. شکرت پدر جان برای کار بزرگی که روی صلیب کرده خداوندم، تا ما در توی خداوند همکاران تو بشیم
اسممون عوض بشه، خدا من شخصیتمون عوض بشه و با اسم و شخصیتی که در تو و در پادشاهی تو گرفتیم ای خداوندم، زندگی های بقیه رو ای خداوندم و مردم اطراف خودمون رو ای خداوندم تحت تاثیر قرار بدیم و نشون بدیم که ایمان به تو یعنی سلامتی، یعنی تغییرات، یعنی زندگی جدید. با سپاسگزاری در نام عیسی مسیح. مرسی عزیزان از اینکه با ما همراه بودیم. خیلی ممنون که منو به خونه هاتون راه دادید، پای صحبت های من نشستید. همه شما عزیزانو به خداوند بزرگ میسپارم تا برنامه دیگر در پناه خداوند.